علي ويا علي 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 ويا علي 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 ويا علي 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 نموني علي علي ويا علي علي شهر علي علي مظهر ايمان علي باب علي علي ويا علي 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 اغامي علي من حالا به هر کسی بگویم دوکو را کروکودیل خورد یک فکری پیش خودش می کند ای وای برای خودم خاطر است عجیبه همش بخونم یک کمیش آه. اصلا یاد خونم افتادم زرین دست گفت که یه عصری نمیدونم دلم فقون کرد یا چه شد و اینا من رفتم گلدونه شاخهای گلدون درست کردم دیدم نه این آروم هم نمی کنه. رفتم نمیدونم آلبومم هم مرتب کردم فلان دیدم نه بعد دیدم کفشام اونجا دم جا کفشی رفتم نشستم کفشام رو گذاشتم روی روزنامه ای شروع کردم واکس دادن واکس و تو واکس سومی و فرچه دومی مردی فهمیدم که یه یا یادی افتادم که اه من بچه بودم برای داداشم کفشاش واکس می‌زدم 6 قرون دو تومن نمیدونم چقدر به من میداد من باش بودم برم سینما و یهو یادم افتاد که 6 ماه چقدر داداشم ندیدم و اصلا فهمیدم که من دلم داداشم میخواد از صبح تا الهی از از تا الهی پل پل میزنم بال بال میزنم پا شدم رفتم حالی که داشتم میخوندم یاد یه خونه تنگ و ترشی افتادم که تا اینجا هم تقریبا سبخ و شوره زده بود و به همین خاطر خیلی خونه ارزونی بود بعد صاحبش هم یه استاد دانشگاهی بود پنج ماه چهار ماه شش ماه کرایه نمیدادم بهم زنگ نمیزد خیلی مراعات میکرد و الان یادم افتاد که کجا رو فرش دراز کشیده بودم داشتم این میداشتم و زندگیم خیلی از او روزا گذشته و و به نظرم حالم خوبتر بود الان خیلی خونم تمیز سبخ نداره اینا من حالا به هر کسی که بگویم دکورا کروکودیل خورد یک فکری پیش خودش میکند یا یک فکری درباره من میکند اما راستش این, راستش این است که یک کروکودیل دکورا خورد چقدر اگر یک آدمی توی ونوس یا مریخ دنیا بیاید تنهاست دکو روی زمین اینقدر تنها بود جهان ما براش جزیره خالی از سکنه بود فرقش با رابینسون کروزو این بود که او امید داشت دکو هیچ نداشت شناسنامه نداشت هیچ شماره ای هم یعنی در روزگار کنترل و اتوماسیون به هیچ وجه من الوجود رسد نمیشد حتی یک واحد آماری در اداره ثبت هم نبود بر اساس داده ها و تعریف مدرن ما از زندگی دکو ناموجود بود از 18 سالگی که دلش میخواست برود بنشیند دانشگاه و مترجم قهاری بشود نرفت مان توی خانه تا 29 سالگی و بزار, بزار بردار و تر و خوش که پدرش کرد که افتاده بود روی جا تا بلکه یک روزی بهتر بشود سر پا بشود آخرش هم یک روزی پیرمرد زمیرش ناامید شد چایش را که سر کشید و تمام شد لیوانش را کوبید به قرنیز کنار دیوار و لبه تیزش را کشید روی رگ دست چپش و با نفسی مطمئن دراز کشید و دک را توی یک خانه کهنه نمونا گرفته و وهمالو تنها گذاشت و خودش رفت توی جهانی دیگر مستمری اداره پست و تلگراف تا روی سنگ غسال خونه حتی تا ته خرج کفن و دفن هم آمد ولی بعد خدافزی کرد و رفت و همان غروب سرد زمستون دک گوشه قبرستون شکری ایستاد و یک هو و بی مقدمه دید که از الان تنهاست ترسید برود خانه تنهایی بزرگتر مثل گراز پشت در انتظارش نشسته بود بلکه مثل کفتار رابرا رفت گمرک کیپ تا کیپ کشتی بود و لنچ. ووره لیفتراک ها و غج و, غجغج و غجغج کرین ها و بوی تند غذاهای هندی و پاکستانی و فیلیپینی قاطی گریس و گازایل و خنده و ریسه شبانه جاشوهای مست شلوغی خوب بود حواسش را پرت میکرد رفت ایجنت را روی دک کشتی یونانی پیدا کرد سلام کرد و گفت یک کاری برای ما نیست اینجا انگلیسی ولدام ایجنت بی مقدمه با یک ادبیات کهنه و آنتیک انگلیسی که انگار از توی یک جعبه بی قدیمی پیدا کرده باشند شروع کرد ور 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 حرف زدن به این نیت که دکو توی خودش بشاشد و حساب دستش بیاید که یک پسر لاغر مردنی سیاسوخته با لباس یقه گشاد سوراخ سوراخ فوق ترقیش جاش توی خن و حمالی است چه به این غلط ها که بیاید روی عرشه و دمخور ملوان و آفیسرها باشد ولی دکو نفس نداد که ایجنت جملهش به نقطه برسد و برود سر خط یک جوری انگلیسی حرف زد توی جفت چشم بوخت و شرف زده ایجنت که انگار رفته باشی نجف دریا بندری را هول هولکی از توی خانه شان بازیر چلواری و یک لنگ دمپایی کشیده باشی بیرون و رسانده باشی گمرک روی دک غراب یونانی گرام گرین دم مردن بود خط به خط کتابهاش به فارسی ترجمه شده بود ولی دکو میخواست زبان بخواند تا بنشیند آثار گرین را از دم از نو ترجمه کند بر طبق منطق مرموز و مجهولش چیزی توی گرین جا مانده بود که این ترجمه ها از پسش برنیامده آمده بودن هنوز و اینگونه بود که مترجم ناکام آثار گرین شد مسئول خرید سیگار و آبجو و مسقطی و کماچ گریکا و هر کشتی خارجی که من بعد در اسکله گمرک پهلو بگیرد از قرار برجی 1200 تومان دکو با جان و دل فرمان جاشوها و کپتانها را می برد همان جور،, همان جور که با جان و دل لگن زیر پای پدرش گذاشت و برداشت حجم ناگزیری از مهربانی توی چشمش و توی قلبش و بلکه توی نهان مانده ترین یاخته ی اندامش بود که انگاری باید روزانه از تنش سرریز می شد. گاه وقتی گوشه دک با تباخی یا جاشویی یا آفیسری یا کپتان حتی هر کی که پامیداد هر کی خلوت میکرد. غرابت کلام و نگاهش هر کسی را مجاب می کرد تا برود از لایه ها و جاهایی از زندگیش حرف بزند که برای رسیدن به چنین عمقی از سمیمیت کم کم ده سال رفاقت زانو به زانو لازم بود و دکو خودش سر به گفتن چیزهایی از زندگیش میگذاشت که در حالت عادی آدم فقط به خدا آن هم وقتی دیگر چاره ای ندارد میگوید اولین بار که غراب یونانی ناگهانی سود کشید که اسکله را ترک کند لرز تلخی افتاد توی کمر دکو ملوان های عرشه و موتورخانه و خدمه بریج و کپتان با شتاب گسل ها را از اسکله جدا می کردن، توی بیسین پیج می کردن و بلند بلند صدا می همدیگر هم دیگر را روی عرشه و پله ها می دویدن تا بالاخره دماغه کشتی را با هر زحمتی که بود تابان سمت کانال و بی که اصلا حواسشان باشد که رفیقی روی اسکله دارند که دارد خیره نگاهشان می کند و بی که با دکو خداحافظی کنند از کانال خارج شدند و رفتند که بروند آرژانتین و هیچ دکو با واقعیت دردناکی روبرو شد کشتی خیلی که باشد مهمان سه روز یا پنج روز است تا او بیاید رابطش راب... تا او بیاید رابطش با یکی جام بگیرد میرود و محو می شود توی اقیانوس دکو از تو مغز ساکت شد حس کرد تنهاییش دارد پهنا بر می دارد. کم کم اینطور شد که با هیچ جاشوی گرم نگرفت تعارف هیچ کدامشان را قبول نکرد و نه ایستاد گوشه دک باشان سیگاری بگیراند که بعد خلوت کنند و تایی و حرف بکشد به زندگی و روزگار توی هیچ کشتی لب به قضا نزد و تنها تر شد زنجیر تنهاییش یحتمل یک حلقه دیگر هم داشت به احتمال بسیار اینجا روایت هایی هست به نقل از ممسن پاسبان یک بار بعدها که برده بودند شهربانی و بازداشتش کرده بودند اجازه میدهند که در میت گروبان چرخباز انترش را که او هم در بازداشت به سر می برده ببرد پشت دیوار که بشاشه همانجا دهانش به گفتن چیزی باز می شود که جای بسیار بررسی دارد میشه شود نشست و خیلی چیز و بلکه چیزها از توش کشید بیرون ممسن از نگاه های یک جوری بیوه رئیس اداره قند به خودش حرف زده بود که دکو برگشته بود یا شاید هم برنگشته بود ولی آرام و تودار گفته بود ممسن ممکنه پای یه مردی با اتاق آخری سازمان سیا هم برسه ولی محال ممکنه همان مرد بتونه تو حیات ذهن یه زنی که از خودش ساده تر روی زمین وجود نداره قدم بگذارد و تهش گفته بود خر نشیا گروبان ممسن چرخ باز همین و انتر شاشیده بود و برگشته بودن توی بازداشتگاه حالا اگر یادم بماند قصه ممسن و شهربانی رفتنشان را تعریف میکنم بعدتر اما نقل انتر نقل انتر همینجا جاش است که بگویم چون درست در در همین روزهای حاجواجی و افسردگی دک بود که پاش به ماجرا باز شد آسید ملک صبح از تانزانیا رسیده بود یک لنج 800 تونی کیپ تا کیپ تیرهای سقفی چندل آورده بود دو دراز کشیده بود بالای کانتینرهای انبار 14 که آسید ملک از دور صداش زد چراغ قوه برداشت دست دکو را گرفت برد پایین توی خن لنج نور چراغ را انداخت گوشه ای یک, و یک انتر مریض احوال تو شعاع نور جم خورد لای چندلا و الوارا بوده به دردت نمیخوره؟ نگاه انتر که اسمش بعدن شد جان ماند رو صورت دک دک صد هزار بار با همین طرز نگاه خیره مانده بود به ملوانهایی که گرم بارز شدن از اسکله بودند بیان که بدانند دارند دکو را توی تنهاییش ول می کنند و می روند. جانو ناخوش و تنها بود هر چی موز و نارگیل تو شهر بود را دکو خرید آورد خانه و گذاشت جلوش و جان لب نزد حال مردن داشت برداشت زدش زیر بغل که ببرد دکتر عادلی را که هر جور که دکتر عادلی را هر جور که هست راضی کند آخر مریضهاش جان را هم معاینه کند تو راه مطب جان که نفس به زور میکشید پشت پنجره خونه ماشنگ مثل اجدهاک از جا پرید و جهید که دیوار راست را برود بالا و خودش را برساند به پنجره و بنا کرد کولی بازی در آوردن ماشنگ سر کشید لای نرده پنجره گفت انتر مال کیه؟ دوکو گفت که مال اونه و حالش خوب نیست و دارد میبرد با التماس به دکتر عادلی نشانش بدهد. ماشنگ با تنه و اوقات تلخی گفت صد تا دکتر عادلی ببرش فایده چی داره؟ خمار نمتر بیزون دکو دو دوکو بوی فرگرفته یک تریاک را در اعماق دماغش حس کرد. این طور شد که ما بین و اصاحبی و زاقو و اکبر اندرابی جا باز شد برای جانو. و از فردا رأس ساعت مقرر دکو پنجره ماشنگ را کوبید جانو نهشه که می کرد می بهترین انتر گیتی برای دلخوش کردن دکو هر کاری می کرد با اتوار قصه های و اجدادیش از میانه های جنگل دار السلام را تعریف می کرد و دکو کلام به کلامش را میفهمید. حتی سوال می کرد و جانو جواب میداد. دکو زود از گمرک جیم میشد و تمام راه را میدوید به عشقی که جانو پشت در حیات بپرد تو بغلش و زور بنشینند با هم نار بخورند و به زبون میموناتی حرف بزنند قضیه شهربانی رفتنشان هم از خانه ماشنگ آب خورد ماشنگ صرفا منقل نمیگذاشت که ساقی گری کند برای دوزار درشایی مجلس داشت اعتقاد داشت گرچه ساقی حالا دیگر ارج قرب زمان حافظ را ندارد ولی شعن و شعون دارد ممسن پاسبان وسط پست شبانش ول میکرد میامد یکی دوتا بست مفتی میکشید چایش را میخورد و میرفت ادامه پستش یک شب خانه کیپ تا کیپ بود که داخل شد برخلاف معمول همیشه کسی به فرما نزد دستور ماشو مسلسل بود گفته بود اگه کسی یک ماش تریاک ممسن کند دیگه جاش اینجا نیست این شد که ممسن دماغ مفصلی خاران و خیلی لارج پرسید کی داره تا برام بخرم و همگی که منتظر این سؤال عزیز بودن یک جا گفتن براتو رفت نیم ساعت بعد برگشت گفت براتو نداشت تمام کرده همه زیر چشمی به هم نگاه کردن اما باز هم کسی به فرمان زد کریم رشتی گفت فخری چی رفتی او داره ممسن بیشتر از این خفت و خاری را تاب نیاورد بلند شد کلت کماریش را نشانه گرفت روی همه گفت همه تون دست گیرین یالا پاشین بریم این شد که ماشنگ با منقل و پنج وافور در پیش باقی یعنی سفرو ماشو مسلسل دومادشون حیدر چروک دکو جانو موسا و کریم رشتی در معیت سرگروبان چرخباز داخل شهرمانی شدند فردای همین شب بود که پشت دیوار خلوتی دست داد و ممسن آن حرفا را از قول دکو نقل کرد بعدترها جانو اگر یاری میکرد و زنده میماند خوب بود اما نماند رفت مهمان دو سال بود دکو نشست کرد یک مازگار به خودش پیچید مرد از کوچه ماشنگ رد هم نشد گاهی دکو مرده بود تا اینکه یه روز یک روز با دو تا بلبل پا توی خانه گذاشت یک باره به خودش آمد دید سه ماه است غیر از سوت بلبلی هیچ حرفی از حروف الفبا از لبش بیرون نیامده حل شده بود هزار بلبل بل با هزار لحجه جدا از هم توی جانش از توی جانش سر میکشید بیرون دکو بلبل بود وقتی از کوچه و خیابان میگذشت وقتی یکیش تو قفس بود آن یکی را میفرستاد بیرون پرواز کند خودش سیر که میشد برمیگشت داخل اتاق کم کم دکو خجالت میکشید تو قفس بگذاردشان یک روز که یازده ماه از رفاقتشان گذشته بود جفتی فرستادشان هوا بلبلها نشستن رو لبه دیوار تا مدتی خیره ماندند به چشمای دکو دکو خندید جوری خیره ماندند که ذره ای ته دل دکو خالی شد و ناگهان با خیز بلندی پریدند دکو هر جا سر چرخان ندیدشان بلبلاتی سود زد بلبلاتی صدا زد جواب نیامد چشم دکو افتاد به چشمهای غمناک مارمولک گوشه مهدوی یک پق گریه ترکید و کول نعیف دک تکان خورد تکانهای مردانه زجرآور تکانهای مردی که میخواهد نمیرد ولی چند ثانیه پیش مرده است دکو منقرض شد یک هفته تمام قفس خالی را بر می داشت را می افتاد لای دار و درخت خانه ها و کوچه ها و سوراخ دیوارها مثل رنجر می رفت رو پشت بام ها و دنبال هر صدایی می دوید. وقتی صدای دوتا بلبلش را لای انبوه برگ ها می شنید در قفس را باز می کرد میگذاشت جلوی چشمشان و چون باتمه می نشست آن طرف در و اشک و بغزش یکی می شد از التماس کردن التماس که برگردن توی قفس که تنها ولش نکنند و نروند برایشان میخواند سودها و گریه های غریب ملتمسانش برگ درختها را خوش کرد همه کبوترها گربه ها بز و میشا و قناری های خانه های دور اطراف را مریض کرد خودش هم مریض شد و مرد دوباره مرد از مردنش خیلی نگذشته بود که لطیفو از در باز حیات داخل شد و جعبه ای که آسد ملک فرستاده بود را گذاشت جلوش لطیفو نگاه چشم های به گل نشسته دکو کرد و زد زیر گریه سیر گریه کرد بعد پا شد چلوارش را تکاند و رفت و سه چهار روز بعد در بیست و هفت سالگی مرد اینکه بعد از رفتنش دکو در جعبه را باز میکند و توی جعبه یک بچه کروکودیل محزون و مظلوم خوابیده را بعدا برمیگردم و تعریف میکنم اما خود لطیفو موجود نایابی بود برعکس دکو که کم 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 از آدمیزاد کند و رفت و جزیره خودش لطیفو غصه آدمهای دور و بر روزگارش را سیاه کرد انگار تنها فیلسوفی از جهان بود که دریافته بود آدم چقدر موجود ترحم برانگیزی است و هیچ فیلسوف دیگری هم قبول نکرده بود گوشه ای از این بار سنگین را کمکش بر دوش بکشد لطیفو بود و بشر و رنجهای تمام نشدنیش لطیفو آن دست خیابان می استاد روبرو بیمارستان و خورشید و یک پنجره تو یکی از طبقاتش انتخاب می کرد و برای مریضهای آن اشک میریخت واویلا روزی بود که رجبلی مردشور با چند مت کفن را میافتاد سمت غسال خونه لطیفو میفهمید که مرده آوردند. بعد مثل گرازی که از شکار سخت شبانه دست خالی واگشته باشد و با دو جفت چشم خش با دو جفت چشم خشم زدهش دیده باشد که جای لانش آتش رویاندند و از جفتش و طولهاش جز ردی خون چیزی نمانده نعره میزد و تلو تلو میرفت سمت خاکستون شکری رجب هر 20 قدم سنگ بر می داشت پرتش می کرد و نکو نهیبش میداد و لطیفو فرار می کرد و باز غرق غرق اشک و بغض پشت سر رجب می آمد. پشت در غسال خونه جوری گریه می کرد که اگر رجب علی هیتلر را همان داخل غسل می داد دلت طاقت نمی آورد قید گناهباریش را می زدی و اشکت می سرید گریه های کهنه ای می کرد انگار مال چار پنج هزار سال پیش که تا خود برزخ دنبال میت میرفت همه اینها دروغ و ادا و حجو بود اگر و فقط اگر لطیفو در 27 سالگی سکته نمی کرد قلبش نمی ایستاد و نمی مرد اما مرد این مرگ همه چیز را واقعی و درست کرد قلب لطیف یک روز دیگر زورش نرسید خون آن همه غمگین را پمپاش کند و ایستاد او رفت و دکو نفهمیدین این طوله تنهای رنجور چه قصه ای دارد فقط یک بار دید که تو جزیره تنهاش روح گیرای یک حیوان هیچ جا ندیده ای پا گذاشته دک احیا شد برگشت بیل برداشت هفت روز و شب چال بزرگی کند وسط حیات و آبش کرد و کروکودیل را رها کرد تا پا بگیرد چال آنقدر بزرگ بود که خودش تمام روز لخت بود داخلش و فقط شبها برای خوابیدن می آمد بیرون با کروکودیل زندگی می کردم آنجا آنقدر, هم همراه جانور غوست کرد که کم کم تا شیش دقیقه بی نفس زیر آب می ماند آب شش نداشت ولی تمام خصوصیات یک دوزیست را داشت صاحب می شد رختی با کروکودیل می رفت دریا که شنا کنند تا می رسید به پلاژ ملت همه فرار می کردن و از آب می دویدن بیرون و با بوت فقط نگاه می کردن. کرو بزرگ شده بود تو آب تا هر جا دلش میخواست شنا میکرد و همین که دک صدا میزد کور کمان مثل یک سرباز حرف گوش کن خبردار جلوش میستاد دک ما چش میکرد و را میافتادن سمت خانه کرو آنقدر بزرگ شد که دک تمام پهنای حیات تا ستونهای جلوی اتاق را چال کرد و پر کرد آب خانه را بین خودش و او دو نصف کرد همه این کارها را که کرد و سه سال که گذشت یک روز آرام و با تمعنینه لباسهاش را یکی یکی کند رفت لبه چاله ایستاد پنج روز بود کرو غذا نخورده بود چشماش را بست و دیگر جایی را نگاه نکرد کرو خیره شد تو چشمهای بسته دک و لرز گنگی افتاد تو درازای تنش دک رک و بیادا اطفار رو به رعی میخواست در یابت که ایزد باری تعالی چه چی نمانی کرده برای تقدیرش از این جزیره آیا خلاصی در کار است یا نهایت سهمش از جهان است آخ اگر کرو نجم بود از جاش آخ اگر نجهیده بود آخ اگر نبل ایده بود کرو مثل قد شناس در این کروکودیل جهان سالم و بی بل ایدش توی خودش از روی عشق شاید دوکو بالاخره کنج آرام و امنی یافت آسوده در سرزمین امن یک کروکودیل محزون و عشق بار تاق باز خوابید و آنزیمهای معده کرو مثل باران نرم رو اندام لختش باریدن گرفت و دکو حزم شد اگر همه این دلخوشی ها هم درست باشد باز کاش لطیفو زنده بود کاش مثل گراز زانو میزد لبه گودال و برای کروزوه شروه میخوان کاش از انتهای جیگرش حق حق های چار پنج هزار ساله میزد دوباره تکرار میکنم که اگر هر کی یک کیلومتر جابجا شده باشه برای این دیدن این فیلم و اینجا نشستن یک باری بر امیدوارم که به بتالت نگذاشته باشه زنده باشید